بارندگی های اخیر فراهرود را خروشان تر از قبل ساخته و این باعث خرسندی ساکنان فرا شده است. با این همه اما برخی از ساکنان فرا می گویند که دریای فرا پس از یک ماه دوباره خشک می شود. آنان از این موضوع ابراز نگرانی می کنند و خواهان ایجاد بند آب بر روی دریای فراهرود دارند. به گفته ساکنان فرا، نبود بند آب باعث شده تا بخش بزرگی از آب دریای فراهرود به کشور ایران برود و در فرا کمتر مورد استفاده قرار گیرد. با ده آب از مرد تقریبا کم در کم انشالله چی حکومت مربند جور کرده و جور وی با ده آب از مرد شپش کاله مشکل را پاوله اوز ده برون ده بیوده و بودی ده ایران تزی اقابل رود چی داشه یوزی پر رود راقله و چی چانیمی تو ده خوشحالی کاله چی پینزش پرش کلی ویلی مرد داده چی مانا مخبره اینکی دو او دا اوبه چې ولاړی سي پر دوی باندې د اخیر ډیره غټه خوشحالي ده. دا دوم ځل دی چې د فراه ولایت رود په دغه شکل چې تاسو یې وینئ په باډاس کې راغلی دی، خو له بده مرغه که د یو مخه موږ خوشحاله یو د بل مخه د بل اړخه فاودې هم یو. هغه په دې معنا چې موږ همیشه د فراه ولایت اوسیدونکو پر مرکزي حکومت غږ کړی دی چې د بخش آباد بند جوړ کړي د بخش آباد بند جوړ کړي. لپاره مرغه چې د فرایانو یا د فراوالو حق غوښتنو ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. تاسو دا غرو ته وګورئ چې په ساعت کې به څومره اوبه تېرېږي. زه په دې باور یم که دغه یو ځل چې رود راځي دغه اوبه چې ذخیره سي د فراه د 15 کاله د کرهنې لپاره کفایت کوي. این ساکنان میگویند با بهره گیری از بند بخش‌آباد فرا، آب دریای فراهرود نیز ذخیره خواهد شد و بخشی از کم آبی در ولایت فرا حل خواهد شد. موږ دغه خلک چې ټاکلي یو په نورو کارونو کار نه دی، یوازنی مو د بند بخش‌آباد غوښتونکي یو چې موږ د ستونزو سره مخامخ وي یو او فرا کې وچکلي و اوبه نشته ټول فرا د دې پشتوانی کوي. موږ دې په پوره توګه اطمینان راکړی نور دې موږ څوک نه تخریبوي. کار ساخت بند بخش‌آباد فرا که 2 سال پیش آغاز شده بود و قرار بود بعد از 18 ماه به بهره برداری سپرده شود، با افزایش ناامنی در فرا روند کار آن کند شده است. با این حال مقام‌های محلی فرا تأکید می‌کنند که ناامنی نمی‌تواند باعث عقب افتادن کار بند بخش‌آباد شود. ابتدای کار بند پر انشاءالله دیر زر شروع کرد و رئیس جمهور هم پدی بند دیر زر تینگر که چه باید حفظ نکی بند بخش‌آباد دای جور شد. او ولس هم مو سره هم کار کرد و من هم اراده و حد لازم انشاءالله چی جور کرد انشاءالله چی جوری. به اساس مطالعات انجام شده سالانه به ارزش حدود 1 میلیارد دلار آب از حوزه دریای فراهرود عبور و در نهایت به ولایت‌های مرزی ایران سرازیر می‌شود.